و نگهداری از یک پرنده در خانه خیلی مهمه که یه سری شرایط رو رعایت بکنه. یکی که اول غذایی که اون پرنده باید مصرف کنه غذای سالمی باید باشه. غذایی که تهیه میکنید غذای سالمی باشه. حتما غذا رو بررسی بکنید ببینید که داخلش کپک زدگی یا مثلا دونه هایی که ناشناخته است داخلش نباشه. ایرانی خارجی فهم نمی کنه. الان ایرانی ها که ماشاءالله از خارجی بدترن از آنها که خارجی ها که ایرانی که کلن کیفیت نداره، خارجی هم که فیک تو بازار زیاده و متاسفانه داخل ایران پر میشه. این از این خارجی پیدا کردن یه برند در غذای پرنده خیلی سخته و حتما حتما لازم که شما دقت بکنید، با این دکتر دامپزشک مشورت بکنید، با دکتر دامپزشک مطرح بکنید در رابطه با نوع غذا که میخوام به پرنده خودتون بدین که پرنده چی غذایی بخوره. اون غذای خیلی مهمه که غذایی باشه که میگم سالم باشه و ترجیحاً به نظر من غذای تازه باشه بهتره. دونه‌های تازه تهیه بکنید، دونه‌ها رو قبل از اینکه به پرندتون بدین بشورید و در اختیارش قرار بدین. حتما حتما اول که پرنده رو گرفتید میشه دکتر دامپزشک ببرید، در صورت لزوم با بررسی دکتر دامپزشک ویتامین ها و چیزهایی که لازم داره در اختیار پرنده قرار بگیره. چون موارد بوده که متاسفانه حیوان رو گرفتن حیوان و پرنده درگیری کبد داشته، پرنده خیلی ضعیف بوده، پرنده تو چرت بوده، پرنده تو لگ بوده، پرنده حال نداشته و سینکاردی شده بوده که در طور بس سینکاردی هم تو یه جلسه مفصلا توضیح میدیم حجم توده بدنی پرندگانو. ولی خیلی مهمه که ببینیم وضعیت اون پرنده چجوریه، چون بوده مثلا کیس هایی که گرفتن بعد چهار ماه برده میشه دکتر و در صورتی که دیگه حیوان دیگه جونی نداشته، رمقی نداشته، اون حیوان دیگه اوت میشه، کاری نمیتونیم بکنیم براش. و خدمت رو عرض کنم که بحث غذاش گفتم بهتون، بحث نگهداری، بحث بهداشتش، حتی بحث حموم بردنش، حمام کردنش، اینا خیلی میتونه مهم و حیاتی باشه. پرا رو کوتاه کنیم؟ پرا رو اگر میخواییم پرندتون دستی بشه، در بعضی موارد میتونید پرا رو، نه همه پرا رو، بعضی از قسمت های پرا رو میتونید کوتاه بکنید. شستشو چطوره؟ شستشو هم بسته به نوع حیوان متفاوته. با اسپری میتونید ردفونو بکنید پراشو، زیر دوش میتونه بره، تحت نظارت خودتون و با نظر دکتر میتونید براش حمام مصنوعی درست بکنید که داخل اون حمام بکنه. بعد ویتامین؟ ویتامین هم بسته به حجم پرنده، بسته به وزنش، بسته به وضعیتش متفاوت میتونه باشه. یه مطلبی که در رابطه باش صحبت بکنم در رابطه با اسپری‌های ضد انگله، ضد کنکنه. اسپری داروی ضد انگل خارجی که زیر پوست تزریق میشه و یه سری قطره‌هایی که روی پوست ریخته میشه و مالیده میشه رو سطح بدن حیوان برای جلوگیری از ککوکنه، اینا خدمت رو عرض کنم که ممکنه هر کدوم باعث ایجاد حساسیت بشن و خیلی مهمه که همه اینا رو با هم استفاده نکنیم، قسمت کنیم، قسمت بندی بکنیم. اول زدنگل خارجی تو اولویت داره، اولویت هستش، زدنگل خارجی اولویت هستش. بعدش میتونیم از زدنگل قطره ای استفاده بکنیم، میتونیم از زدنگل به صورت اسپری استفاده بکنیم و زدنگل خوراکی. زدنگل خوراکی هم دو نوع داره. یه سری زدنگل هستن که خوراکی هستن که برای انگل های داخلی هستن. خیلی از اشتباهاتی رایجی که صاحبان حیوانات انجام میدن که فکر کنم اون قرصی که ما بهشون میدیم فقط برای همه چیزشون هست، هم برای انگل خارجیشون هم برای انگل داخلیشون، در حالی که این اشتباهه. برای انگل داخلیشون قرص مصرف میکنن ولی برای انگل خارجی باید آمپول ضد انگل خارجی مصرف بکنن. ترجیحاً خود آمپول ضد انگل خارجی که استفاده میشن برند و مارکش خیلی میتونه موثر باشه، چون بعضی اوقات تاثیرش کمتر میشه. خارجی ها بهترن، باز خود ضد انگل خارجی مارک اروپایی آمریکاییش بهتره، ولی بعضی اوقات بوده که مثلا مارک ایرانی زدن و اونم تاثیرش رو گذاشته، ولی به تب به نظر من مارک خارجی بهتره و مارک ایرانی بعضی اوقات شده که باعث شده حساسیت بشه. پودر زنگل زدنگل هم که پودر پروپوکسوره، اونم میتونه موثر باشه.
براشون، ولی باز در مصرفش باید حتما حواستون رو جمع بکنید که چون خود همون هم ممکنه باعث لیست زدن حیوان باعث ایجاد مشکل بشه، مسمومیت بده و حتی ممکنه که باعث ایجاد مرگ حیوان هم بشه اگه خیلی ریز و کوچیک باشه.